نگفتمت مرا آنجا که آشنات منم، در این سرای فنا چشمه حیات منم. وگر به قهر روی صد هزار بار ز من، به عاقبت به من آیی که انتهات منم. انتهای ما ایرانه، پرچم شیر و خورشید، فرهنگ و ملت ایرانه. با سلام و درود احترام خدمت بینندگان عزیز و نازنین، آریا هستم و شما به یکی دیگه از برنامه ایرانبان از سری برنامه کانال اوپتی تیوی توجه میکنید. اختلاف مرزی شدیدی وجود داشت بین دولت عراق، رژیم بعث صدام حسین و دولت شاهنشاهی ایران. عراق اعتقاد داشت که اروند رود باید در نقطه میانی خودش به عنوان مرز بین ایران و عراق تلقی بشه، اما دولت ایران اعتقاد داشت که باید عمیق‌ترین جای رودخونه به عنوان نقطه مرزی در نظر گرفته بشه. این تنش بالا میگیره بین ایران و عراق و دولت عراق اعلام میکنه هیچ کشتی بازرگانی حق عبور از اروندرود یا به قول خودشون شط العرب را نداره، مگر اینکه با پرچم عراق بگذره از این منطقه. و تنش بالا میگیره. بعد از این صحبتی که عراق میکنه، دولت شاهنشاهی اعلام میکنه ما کشتی خودمون رو خواهیم فرستاد با نشان شیر و خورشید. در 20 آوریل 1969 صدام حسین تکریتی اعلام میکنه که اگر یک سرباز ارتش شاهنشاهی ایران در منطقه پرعمق اروندرود شنا کنه، ما اون رو در جا خواهیم زد. در 21 آوریل 1969 سفیر آمریکا در ایران به پادشاه ایران میره سراغ پادشاه ایران. این در اسنادی که چاپ شد بعد از سری محرمانه در اومد موجوده. میره سراغ پادشاه ایران و به ترس از دخالت شوروی که عراق تحت حمایت شوروی بود، به پادشاه ایران اعلام میکنه که هیچ حرکتی نکن، هیچ کاری نکن، ما خودمون بحث و مذاکره رو پیش میکشیم. در 22 آوریل 1969 بدون خبر قبلی کشتی بازرگانی ابن سینا با پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان و با اسکورت ارتش شاهنشاهی وارد عمیق‌ترین جای رودخانه اروندرود میشه، از خرمشهر به حرکت در میاد و بعد از 6 ساعت وارد خلیج نیلگون همیشگی فارس میشه و در هنگام حرکت کشتی پرغرور ابن سینا، شاهنشاه بدون اینکه مستقیم به صدام حسین خطابی کنه در روزنامه لوموند به جهانیان اعلام میکنه اگر عراق یک تیر شلیک کنه ظرف 48 ساعت بغداد را فتح کنه. نیروهای عراق حتی یک تیر هوایی هم شلیک نمی کنند. بعد از این قدرت نمایی تاریخی ارتش شاهنشاهی، صدام حسین بر سر میز مذاکره میاد و قرارداد الجزایر رو با نظام شاهنشاهی و شخص محمد رضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ آتشداران امضا میکنه و اون چیزی که ایران میخواست، یعنی خط عمیق اروندرود به عنوان مرز ایران و عراق به رسمیت شناخته میشه.
از دل که داره ما